سلام عزیزانم، به برنامه کودکان مقدماً این هفته خیلی خوش اومدید. برای شما فعالین دفاع از حقوق کودکان سلام ویژه دارم، دستتون رو به گرمی میفشارم. ممنون از تماس‌های با اهمیت شما و نکاتی که مطرح میکنید، به ویژه از طریق تلگرام @کودکان_م. دوستان عزیز میتونید با ما در تماس باشید. در برنامه امروز راجع به بازگشایی مدارس، مدارس تخریبی و خواستهایی که ما باید داشته باشیم در آغاز سال تحصیلی، چیزی به شروع سال تحصیلی جدید باقی نمونده و به زودی مدارس بازگشایی خواهد شد، اما اجازه بدید بریم راه‌های ارتباطی رو با هم مرور کنیم، برگردیم به موضوع برنامه. همچنان برنامه های کودکان مقدماند رو در رابطه با کمپین ما برای بازگشایی مدارس به مسائل و موضوعات مختلفی که از قبل با هم صحبتش رو کردیم اختصاص خواهیم داد. در این برنامه راجع به مدارس تخریبی و همینطور خواسته هایی که باید مطرح کنیم در آغاز بازگشایی مدارس صحبت خواهیم کرد. این خواست ها رو در برنامه های مختلفی مکررن مطرح کردیم، باز هم مطرح خواهیم کرد. اینها پلتفرم ما، اینها کیفرخواست ما در رابطه با وضعیت وخیم آموزشی در ایران، جدا شدن بیش از 7 میلیون کودک از چرخه تحصیلی و همینطور وضعیت خراب مدارس است. شما مطلع هستید که آموزش پرورش با خصوصی کردن آموزش شروع کرد به فروختن مدارس به شکل‌های مختلف و 15 نوع مدرسه کاملا طبقاتی روی دست جامعه گذاشت و الان مدارسی که با شهریه‌های 15 میلیون 17 میلیون شروع به کار می‌کنند و مدارس دولتی که اونجا شهریه در شکل اخاذی از خانواده است، پول به این به حساب بریز، همیاری مردمی و غیره صورت میگیره، اما هیچ تغییری در وضعیت فلاکتبار مدارس به ویژه دولتی، نه فقط در تهران که در سراسر نقاط ایران نمیده. مدارسی که به شدت خطرناکند برای دانش آموز، برای معلم، بارها نمونه های اون رو دیدیم. آتش سوزی در مدرسه دخترانه در شیناباد پیرانشهر نمونه اون بود. این مدرسه علارغم اینکه دولت اعلام کرده بود این مدرسه استاندارد هست، از پایین ترین نکات ایمنی کلاس درس و مدارس برخوردار نبود. این تازه مدرسه استاندارد بود. اما شما در کنار تصویری که الان اینجا میبینید به تیتر اون دقت کنید. ما با وضعیتی روبرو هستیم که جمهوری اسلامی و آموزش پرورشش روی دست جامعه گذاشته. مدارسی که نه قابل استفاده هستند، نه مدرسه هستند، نه حتی استانداردی دارند که به اونها بشه اشاره کرد. مدارسی که در چادر برگزار میشن، در کپرها برگزار میشن، در هوای آزاد
برگزار میشن. مدرسه نیست، میز و نیمکتی نداره. سنگ چین چیدن و میگن اینجا کلاس درس کلاس اولیاست، سنگ چین بعدی. اینا واقعیت هاییست که در سیستان، بلوچستان و در بسیاری از همینجا در کنار دست من دارید مشاهده میکنید. این عکس ها از کره ماه نیومده، از کشورهای دیگه نیومده، این خود جمهوری اسلامی هست. بنابراین بازگشایی مدارس با وضعیتی که الان مشاهده میکنیم یک خطر و یک انفجار جدی برای جامعه است. سازمان تجهیز و نوسازی مدارس اعلام میکنه که بافت پوسیده مدارس در شهر تهران مخاطره آمیز است. خب مخاطره آمیز رو ترجمه کنیم یعنی چی؟ یعنی معلم و شاگرد در این کلاس ها جونش در خطره. خب پس چرا هست؟ چقدر و چند سال این عبارات و کلمات قرار تکرار بشه؟ چقدر و چند سال لوله بتره که سقف کلاس پایین بیاد، بچه ها پتو با خودشون ببرن سر کلاس که گرم بشن، سرویس بهداشتی مدارس اصلا فاجعه است. فقط میشه بنا کلمه‌ای به نام فاجعه راجع به اونها صحبت کرد. به این وضع طبعا باید خاتمه داد. این وضعیت رو ما نمیتونیم اینجوری ادامه بدیم. حالا اجازه بدید بعد از اینکه این موضوعات با هم مرور کردیم، راجع به کودکانی که از تحصیل بازموندن، کودکانی که راهی به مدرسه ندارن و اگر به مدرسه میرن نصیب مدرسه‌های دولتی میشن، خود دولت اخیراً اعلام کرده که 1,200,000 کودک، قبلاً میگفت 500,000، الان رقم واقعیشو میگه 1,200,000 کودک فاقد شناسنامه هستن. رسماً اینو خود دولت داره اذعان میکنه، آماری است که مجبور شده حقیقتش رو بگه. فاقد شناسنامه یعنی مدرسه نمیرن. همینجا درجا ما با یک رقم سنگین 1,200,000 تایی روبرویم، به اضافه کودکان کار و خیابان که یا مدرسه میرن یا نیمه وقت مدرسه میرن یا به طور کلی امکان رفتن به مدرسه رو ندارن. و ارقام واقعی نشون میده که بالای 7,000,000 کودک به طور کلی به مدرسه نمیرن. اجازه بدید ما با هم یک ویدیو کلیپ 5 دقیقه‌ای هست حدوداً با هم ببینیم این بخشی از حقیقت مدارس فرسوده و تخریبی در ایران نشون میده. ناامنی مدارس در جمهوری اسلامی. 40% مدارس شهرستان میانه ناایمن هستند. بخشی از مطالبات اولیای دانش آموزان شهرستان میانه. بوی مهر می آید اما دست های فرسوده مدرسه از فرط پیری و ناتوانی به خود می لرزد. رنگ در و دیوارها پریده تر از همیشه است چون قرار نیست مدرسه تازه شود. مدارس در حال ریزش برای تخریب است. به قیمت جان دانش آموزان دبستان فاطمه و زهرا و یا دبیرستان دخترانه فرهنگ خواهد انجامید. چرا به وعده‌تان در سال گذشته مبنی بر تخریب و نوسازی این دبستان دخترانه فاطمه و زهرا عمل نمی کنید؟ به گفته اسماعیل حیدری آزاد، فرماندار برکنار شده شهرستان میانه، در طی ماه‌های گذشته 40% مدارس شهرستان میانه در حال حاضر نیازمند نوسازی هستند. وجود مدارس غیر مقاوم تنها مربوط به روستاها و شهرهای دوردست نیست، بلکه در شهر میانه برخی مدارس قدیمی با عمر بیش از 30 سال همکنون نیازمند بازسازی و مقاوم سازی است. 30% مدارس آذربایجان غربی تخریبی است. فریدون سید مصطفی، مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی میگوید 30% مدارس آذربایجان غربی تخریبی است و نیاز به بازسازی و تجهیز دارد. برای ایجاد 5,000 کلاس درس در 5 سال آینده به 12,500 میلیارد ریال اعتبار نیازمندیم. گرمایش بسیاری از مدارس استان به وسیله 6,000 بخاری نفتی مستعمل صورت می‌گیرد. در برخی از مدارس بیش از 40,000 در یک کلاس درس می‌خوانند.
مناطق گلشهر و مساکن مهر ارومیه به دلیل نبود کلاس درس سبب ایجاد تراکم بیش از حد در مدارس اطراف منطقه می شود. به دلیل نبود اعتبارات دولتی برخی از مدارس به شکل 100% توسط خیرین مدرسه ساز احداث شده است. 550 مدرسه فرسوده در تهران. اسماعیل دوستی عضو شورای شهر تهران نسبت به 550 مدرسه فرسوده در تهران هشدار داد. این اقرار صریح به بی‌مبالاتی آمدانه آموزش و پرورش به جان دانش آموزان و کادر آموزشی است. خوشبینانه فرض کنیم که فقط همین تعداد مدرسه فرسوده یعنی تخریبی و هر آن در خطر فروریزی در تهران وجود دارد. اگر میانگین تعداد دانش آموزان و کارکنان هر مدرسه 250 نفر باشد، یک جا جان 137500 نفر در خطر جدی است. اگرچه این فقط قطره ای از دریاست. پایین بودن سطح استاندارد ایمنی مدارس بسیار بیشتر از این رقم است. مدیر کل نوسازی مدارس استان تهران میگوید 25% مدارس شهر تهران فرسوده هستند که در شرایط بحرانی از ایمنی لازم برخوردار نیستند. سوال این است چه سیاستی بر آموزش و پرورش حاکم است که این مدارس سالهای سال چنین فسوده باقی مانده‌اند؟ چرا بودجه و اعتباری برای مقاوم سازی این مدارس وجود اختصاصی ندارد؟ برای ایجاد 5000 کلاس درس در 5 سال آینده به 12500 میلیارد ریال اعتبار نیازمندیم. گرمایش بسیاری از مدارس استان به وسیله 6000 بخاری نفتی مستعمل صورت می‌گیرد. در برخی از مدارس بیش از 40 دانش آموز در یک کلاس درس می‌خوانند. مناطق گلشهر و مساکن مهر ارومیه به دلیل نبود کلاس درس سبب ایجاد تراکم بیش از حد در مدارس اطراف منطقه می شود. به دلیل نبود اعتبارات دولتی برخی از مدارس به شکل 100% توسط خیرین مدرسه ساز احداث شده است. باز هم بخاری های نفتی. نبود بودجه برای جمع کردن 104000 بخاری نفتی از کلاس های درس. 2,600,000 دانش آموز در کلاس های ناایمن و فاقد استانداردهای اولیه درس می خوانند. مرتضی رئیسی رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس: اگر بودجه تخصص یابد طی یک سال می توانیم بخاری نفتی و گازی را از 104,000 کلاس درس جمع آوری کنیم. مسئول آموزش و پرورش رسما اعتراف می کند که جان دانش آموزان در 104,000 کلاس درس در خطر جدی است. بودجه‌ای برای ایمنسازی این کلاس ها وجود ندارد. آتش سوزی در 104,000 کلاس درس در کمین دانش آموزان نشسته است. اگر در هر کلاس دست کم 25 دانش آموز حاضر باشد، این یعنی جان 2,600,000 دانش آموز در خطر جدی است. خب موضوع تا حدودی با تصویر و نکاتی که گفته شد روشن هست. ما با یک فاجعه جدی به نام بازگشایی مدارس روبریم. در هر کجا بازگشایی مدارس به یک جشن، به یک شادی، به یک اتفاق مهم در زندگی خانواده ها تبدیل میشه. در مورد مردم در نظام جمهوری اسلامی چنین نیست. به ورشکستگی خانواده منجر میشه. پیدا کردن مدرسه، از هفت خان شهری گذشتن، تهیه کردن لوازم و تحریر فوق العاده گران قیمت، ایاب و ذهابی که به عهده خانواده است و مدارس طبقه بندی شده، تحقیر رسمی وارد زندگی خانواده ها میشه. این دانش آموز به دانش آموز بغل دستی خودش تو کوچه و خیابونش نگاه میکنه و میبینه این میره یه مدرسه ای که امکانات تحصیلیش فرق میکنه و تنها دلیلش اینه که پول بیشتری این خانواده میده. یعنی معلومه این مدرسه فقراست، اون مدرسه پولداراست. این مال بالا دستی هاست، این مال پایین شهری هاست. مشخصه مدارسی که طبقه بندی شده و آموزش پرورش رسما به فروش آموزش خودش رو مشغول کرده. برای
برای روبرو شدن با هیولایی به نام آموزش و پرورش طبقاتی، برای کنار زدن اون، جنبش بزرگی در ایران هم رشد کرده و هم خودش رو داره میکشونه به سطح خیابون، با اعتراضات معلمین، با اعتراضات خانواده ها، با اعتراضاتی که مداومن در شهرهای مختلف شما میبینید، از اعتراضاتی که در شهرهای کردستان اتفاق میفته تا تجمع اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی، تا خواست آزادی کارگران زندانی، تا خواست آزادی معلمین زندانی، زندانیان سیاسی، همه اینها به هم گره خورده است. ما با موجودیتی به نام جمهوری اسلامی روبرویم که دستشو گذاشته روی هر چیزی که اسمش خوشبختیه. بین ما و خوشبختی چیزی نشسته است به نام جمهوری اسلامی. به همین خاطر بازگشایی مدارس یک اتفاق مهم، به معنای واقعیش باید اینجوری باشه، یک اتفاق مهم در زندگی هزاران هزار خانواده است و میلیون ها دانش آموز، اما به معنای واقعی یک اتفاق نگران کننده است. به معنای واقعیش، اون چیزی که الان داره به حقیقت میپیونده، یک نگرانی بزرگ. ما خواستهامون چیه؟ در کنار دست من، ضمن این که من صحبت میکنم، خواستهایی رو برای چندمین بار ما داریم تکرار میکنیم. تکرار میکنیم به خاطر اینکه اینها پایه‌ای ترین چیزهاییست که ما لازم داریم. مدارس تخریبیه؟ خب بودجه آموز پرورش چیه؟ آموز پرورش میگه که ما 5000 میلیارد کسری بودجه داریم. یعنی تموم کار. سرانه سالیانه مدارس 28000 تومنه. اگر پرداخت 28000 تومن، دو بسته پفک بیشتر در سال قرار خرج مدارس بشه برای هر دانش آموز، معلومه بس خرابه. یک بار دیگه بیایم و با همین خواستایی که کنار دست من الان نشون میدیم راجع به اونها صحبت کنیم. در بازگشایی مدارس ما خواستهای معینی داریم. این خواستها باید بره و در قالب اعتراضات ما در قبال انجمن خونم و مدرسه، انجمن اولیا و مدارس یا هر چیز دیگه اسمش هست، راجب باید اینها بره رو میز کار خانواده ها، باید مطرح بشه. ما هر نوع اخاذی به نام شهریه رو باید تعطیل کنیم و یک آموزش با کیفیت و رایگان باید خواست تعطیل ناپذیر ما باشه. قرار نیست مدارس رو تبعیض‌آمیز کنن، طبقاتی بکنن، ود به ما بفروشن و ما رو مجبور کنن بریم بخریم. تا وقتی اعتراضی صورت نگیره همین وضعیت هست، بدتر هم میشه. برگردید به 5-6 سال پیش، ما 15 نوع مدرسه نداشتیم، 7 نوع مدرسه داشتیم، الان میشه 15 نوع مدرسه. اگر وضع به همین منوال برگرده، اون وقت همین شهریه های 15 میلیونی 17 میلیونی میشه 20-25 میلیون برای آقازاده ها، عمرای سپاه پاسداران، وزرا، وکلا و غیر. در حالی که آموزش مربوط است به کودکان و همه کودکان باید به یک چشم توسط حکومت دیده بشن، به یک شکل همه باید یک مدرسه با یک استاندارد و با یک کیفیت داشته باشند. همین، به همین سادگی. چیزی که در بسیاری از کشورهای اروپایی یک نرمه، یعنی شما نمیتونید برید مدرسه دیگه ای پیدا کنید. مدرسه خوب و مدرسه بد نداریم. حتی نوع آموزش، استاندارد آموزش یکسانه. شما نمیتونید برید در مدرسه ای و متوجه بشید این مدرسه استاندارد آموزشش فرق میکنه با این یکی ها. چنین چیزی ممکن نیست. سطح کلاس، سطح آموزش، توانایی معلمین، امکانات کمک آموزشی، همه اونها از قبل برای کل جامعه چیده شده، نه برای طبقه‌ای خاص. نمیشه مدرسه رو فروخت، آموزش رو فروخت. این دقیقاً به این معنیه که ما کودکان رو میفروشیم و قیمت گذاری میکنیم. میگیم این کودک 1 میلیون میارزه، اون یکی کودک 17 میلیون میارزه. معنیش این میشه. راه دیگه ای که ما در پیش داریم سازمان دادن اعتراضات مختلف.
و شرکت در این اعتراضات و به راه انداختن جمعی که این اعتراضات رو پیش ببره. اینها یه قالبایی دارن، NGO ها، کانون های معلمین و همینطور کانون هایی که خود خانواده ها درست میکنن. و یکی از این خواست ها که باید به خواست هایی که براتون نشون دادیم اضافه بکنیم، تعطیل کردن اردوهای راهیان نور، اردوی فرزانگان و غیر است. این رو هم ما جز خواست هامون باید بذاریم. خانواده رسما باید بگه ما کودکمون رو دست شما برای بردن به قتلگاه نمیدیم. تجربه شده، ما رضایت نمیدیم. از عمره انضباطش کم میکنین، خیلی بهتره که به طول عمرش خاتمه بدید. بالاخره نمره انضباطه، میشه یه جوری جبرانش کرد، ولی نمیشه جون کودک رو گرفت. خواستهای یکی از خواستهای مهم ما آزادی معلمین زندانی است. معلمین زندانی و تبعیدی باید به کلاس‌های درس برگردند. اسماعیل عبدی، محسن عمرانی، باغانی، بهشتی، همه اینها به اشکال مختلف مورد تهدیدن، تبعیدن، در زندانه. رسول بداغی رو دوباره میخوان که ببرن زندان. اسماعیل عبدی رو در زندان نگه میدارن به جرم دفاع از ما مدرسه تخریبی نمیخوایم. رفته دفاع از دانش آموز کرده، 7 سال میبرم زندان، اون یکی رو 8 سال میبرم زندان، اون یکی رو 6 سال میبرم زندان. محسن عمرانی جرمش اینه که رفته گفته عبدی معلم زندانی رو آزاد کنی، اینجاش سر کلاسی، میگه آره خودت میره زندان. این یکی از خواستها و مطالبات ماست. این رو باید رسمی کرد. در شهر بوشهر خانواده ها باید دست به دست هم بدن و برن جلوی آموزش پرورش بوشهر و بگن محسن عمرانی رو برگردون، این معلم کودک منه، برش گردون به مدرسه. این کار باید بشه و برای این کار یه عده باید جلو بیفتن و این کار رو عملی کنن و انجام بدن. اگر قرار تحصیل رایگان، اجباری و در اختیار همه باشه، این فقط با اعتراض امکان پذیره. وگرنه جمهوری اسلامی کار خودش رو انجام میده و میره 15 نو مدرسه رو میکنه 20 نو مدرسه و به فخر فروشی و تفاخر میرسونش، در حالی که مدارس تخریبی، مدارس کپری، مدارس کانکسی و مدارس در هوای آزاد، اینجا کلاس درس یه سنگچینم میذاریم که نمونه هاشون نشون دادیم و راجعش صحبت کردیم، اینها باقی میمونن. اون چیزی که اینجا ما راجعش صحبت میکنیم نه شعاره و نه یک خواسته غیر معقول و دست نیافتنی. اینها یه چیزی میگن مثل نون شب، مثل نون شب برای ما واجبن، فورین و از ما دریغ شده و از ما گرفته شده. باید برش گردونیم. این آموزش و پرورش سزاوار هیچ انسانی نیست. نمیشه آموزش و پرورش تحقیرآمیز رو سوار سر خانواده ها کرد و نزدیک به 14 میلیون دانش آموز رو روزانه طی سال تحصیلی تحقیر کرد. تو فقیری، جا تو این مدرسه است، تو پولداری، جا در مدرسه بهتره. امیدوارم از مجموعی که در اختیارتون قرار گرفت استفاده بکنید. این برنامه بازپخشش در روز بعد هست. به دوستانتون یادآوری کنید که حتما ببینن، راجع به اون صحبت کنید و از طریق کودکان @ کودکان ام، تلگرام، لاین، ایمو، وایبر، واتساپ و با همین شماره تلفنی که در پایین صفحه هست با ما در تماس باشید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. مثل همیشه منتظر تماس های شما هستیم.